قضیه برای سازمان خیلی جدی شده. خودشون دارن روش کار میکنن. خوبیش هم اینه که پای حقوق بشر رو وارد این ماجرا میکنه. ببین اینا میخوان یه کاری بکنن که ایران بره زیر بار نظارت گزارشگر حقوق بشر برای بازرسی از زندان ها و اعدامی ها و اینا. اجازه دیدم تو شبکه ها مرد حسابی، مرد و زن غریبه رو انداختی توی اتاق دربسته که انرژی آزاد کنن؟ تو فکر نکردی سر اون دختر طفل معصومی که میخواست راه درست رو برای زندگیش انتخاب کنه چی میاد؟ حتی فردی مثل شما میتونه فریب بکنه. قبول کنید که عده بدون در نظر گرفتن افکار شما به نحوی خودشون رو به شما نزدیک کردن و با کمک مالی تونستن شما رو به سمتی ببرن که خودشون دلشون میخواست. من کاملا درک میکنم نباید توی این پرونده دخالت کنم، ولی این عکس ها مربوط به فیلم این دیویدیه. سلام مانده، ازت خواسته بودم تو این کار دخالت نکنی. من ازتون عذرخواهی میکنم، ولی خیلی اتفاقی اینا رو پیدا کردم. اینا رو چجوری پیدا کردی؟ این عکس مربوط به ثانیه 40 همین فیلمه. ساعت جیبی تو دست یه آدم چی میتونه بار بده؟ بابا بعد از تصادف توی آمبولانس ساعت ستاره اون دست همینجا میگرده. ممنون از شما. ارتباطی نداره. گوش کن آقا، برو کنار زن چه کارش رو بکن. آقا به اینجا ارتباطی نداره. آقا عقلم میرسه و خودم برم شده ارز کنم. آقا متفرخشی، 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 یه هفته واسه یارو کارگری کردم یه آب خوردنم روش پوله برو نمیده. شما هم هیچ کدوم این خیالتون نیست. بابا منم زن و بچه دارم، صبح داشت میشینیم اینجا برای اشغال نیست، واسه اینکه روزی حلال ببریم سر صفره زن و بچه همون. همه برای مهاجرش میکنن. ای خدا، خودت حق من از زانم بگیر، نظر بیروزی برم میشه زن و بچه هم. بابا واسه یارو کاری نداره دیگه، یه دونه با ماشینش میریم یارو میترسونه پوله بارو میده دیگه. یه رقم داری به ما بدی؟ قربون دست. کجا داداش؟ بیشی بابا، خدا بزرگه. اگه دهنت قرصه دنبالم بیا، امروز زودتو جور میکنم. خیلی آقایی گلی مادر نوکرتم. بریم بابا.
خودم ببرم. اینو کجا آوردی؟ بذار بیاد که تا باشیم اینجوری شک نمی‌کنه. یهو نگی نش بیچارهشه. می‌دونی که خطر داره. رفیقم همه چیز رو به من گفته. به من پول بدن زیر ماشینم میرم. حالا کجا باید بری؟ داری میریم یه مقدار لباس چون کنیم. لباس واسه چی؟ حالا بریم بهت میگم. فقط نترسی ها. ترس؟ اونا تهدیدم کردن. اگه حرفی بزنم یه بلایی سر دخترم میارم. دخترم دانشجوی شهرستانه جناب سمن. بهم نگفتم اون بنده خدا پلیسه. گفتم یه مسئله شخصیه. من بدبختم جناب سمن. بهم گفتن دیگه رو که بیمه میده. یه چیزی هم میدم به خودم که بزنم به زخم زندگی. تو رو خدا رحم کنی جناب سرنگ، رحم کنی. اول باید اینایی رو که گفتی رو امضا کنی، بعد میری اتاق چهره نگاری برای طراحی چهره اون زن. اگه همکاری بکنی باید همکاری میکنم. همکاری میکنم جناب سرهنگ، باور کنیم با تو همکاری میکنم. سلام علیکم. سلام ارادت بنده. بفرمی خواهش کنم. بفرمی. یا نمیدونم چطوری این کار کردین، ولی باید بهتون بگم دست مریضم. هنوز باش کار داریم. خیلی خوش آمدید. الان میگم دوست اونو بیارن. فقط قبلش باید یه توضیح بدم خدمتتون. من در خدمت شما. جسارتاً من فکر میکردم که حضرت عالی یکم باید مسن‌تر باشم. بله. بله. ولی اینجوری حرف منم بیشتر قبول میکنه، درسته؟ بله. البته اگه شما صلاح بدونی من حاضرم گیریمم بشم. شما هم که الحمدلله تجهیزاتتون اینجا تکمیله. خواهش میکنم. سعید سلام. سلام. کجایی پس؟ خوندی پیاممو؟ درگیر همون بودم. شما کش... آها دیدم. کشی؟ آها من اینجا. لباس عوض کردی؟ طرف کارگر روزمزد بود. جریانش مفصله، اونم رفته از اینا بپوشه بیاد. ببین قراره اگه تا 10 دقیقه دیگه اینا متفرق نشن همه رو دستگیر کنیم. اصلا فرصت نداریم. برو وسطشون ببینید چی سر در میاری. آخه فایده نداره، اینا همشون سفید پوشیدن سکوت کردن، کسی بینشون نفوذ نکنه دیگه. حالا چه خبر است؟ چرا اینجا؟ هیچکی نمیدونه، خودش را نمیدونه اینجا چی میخواد. یه جور کمپینه، چه میدونم، آگاهی عمومی داده. اینا هم دیگه شورشو در بردن. سلام. اولین باره یا حجام ها زودتر به من سلام میکنه. خواهش میکنم. البته جواب سلام واجبه ها، ولی به نظر شما استاد این از این قواعد مستثنا. فلنگ زندانی هم و طبق دستور زندان بانا. البته ببخشید منظورم همکارای شماست، موظف به پاسخگویی به شما هستم. در نتیجه علیکم السلام. حرفم خنده دار بود؟ خب برادر من، یه جواب سلام که انقدر پیچیدگی نداره. بگذاریم ببینم حالتون خوبه؟
البته اگه جواب اینا پیچیده نباشه. بعید میدونم حال من برای شما اهمیتی داشته باشه. افکار من برای شما مهمه. پس بهتره زودتر بریم سر اصل مطلب. چون میدونی که من تو اعتصاب غذا هستم، حال خوشی ندارم. هر طور که شما راحتی. من اینجوری راحتم که تو شرایط عادلانه و مساوی با هم صحبت کنیم. متوجه منظورتون نمیشم. من آزاد باشم یه تریبون رسمی در انظار عموم با هم بحث کنیم. برای این تشفه بردین دیگه. حق با شماست. راست میگی. پس این گپ و گفت و موکول میکنیم به یه وقت دیگه. البته اگه عمری باقی باشه. یا علی. بهت نمیاد اینقدر زود رنج باشی جوون. نرنجیدم. فقط حرفتون رو قبول کردم و حق رو به شما دادم. نظرم عوض شد. احساس میکنم حرف زدن با تو میتونه برام جذاب باشه. اصلا از وقتی اومدی تو اتاق با خودت انرژی مثبت آوردی. بیایی تصور کنید من از مکتب شما هیچی نمیدونم. میتونیم واسم تشریحش کنید؟ مکتب ما با مکتب شما هیچ فرقی نمیکنه. فقط شیوه هامون با هم متفاوته. مکتب ما توحیده. یعنی همه راه ها از خود خدا شروع میشه به خودش هم ختم میشه. خب ما هم خدا محور هستیم. نگفتم میزه واسه تکون نخور. چرا نرفته بودم که؟ میخوای نیومده ما رو نخوردن بندازی؟ خب بریم یه گوشه بگی بشین الان گیر میافتیم. اگه میخوای بازم بیارم طرف جون باشی. بیا بریم. اینا واسه چی اینجا وایسادن؟ من ساکر بهت میگم. بیا باشه. باش. چرا نمیاد؟ سری میاد دیگه. دارم میرم دیگه. خوش چیزی این کلمه عجیبی نیست واسه راهی که قرار ما رو به خدا برسونه؟ چیش عجیبه؟ به لحاظ معنا این کلمه واسه کاربرد دیگه‌ای طراحی شده. اسمش مهم نیست. مهم راهیه که ما طی می‌کنیم تا به اون برسیم. حالا توی این مسیرم هر چی تعداد نفرات بیشتر باشه، میزان اون انرژی هم بالاتر میره. این انرژی چیه؟ اصلا از کجا میاد؟ چیکار می‌کنه؟ منشأش از آسمونه، از کیهان، از کائنات. ادامه. وقتی به رسم ما عمل کنی متوجه نزدیکی خودت به درون خودت و تو مرحله بعد به خداوند میشی. تو این مسیر حتی قدرت شفا خیلی از بیماری ها هم به وجود میاد. چطوری؟ باید یه زمان مشخصی رو تعیین کرد، یعنی به شما اجازه داده بشه توی زمان خاصی بشینی و تمرکز کنی. همراه با شما یه جماعتی هم تو جاهای مختلف، ولی همزمان اونا هم همین کار رو انجام میدن تا انرژی آزاد بشه. رو چی تمرکز میکنی؟ هیچی، فقط باید تو اون ساعت خاص و مقرر هیچ کار دیگه ای نکنی. همین حضور قلب کافیه. قرار نیستش که سختی و قصه به دلمون راه بدیم.
در واقع هیچ آدابی و ترتیبی مجروح. یعنی بجز تمرکز و این ماجرای انرژی آداب و ترتیب دیگه ای تو مکتب شما نیست؟ بخیر. خیلی ممنون از وقتی که گذاشتین. من دیگه سوالی ندارم. اجازه مرخصی میدین؟ تموم شد؟ اینجوری که به جایی نرسیدید. نمیدونم، شاید هم رسیدید، ولی دوست دارم نظرتونو بشنوم. راستش من نمیدونم چی باید بگم. من فکر میکردم مکتب شما اصول و تفکر خاصی داره که بشه راجبش حرف زد، بحث کرد. من این همه اطلاعات بهتون دادم. شما یه راهی رو واسه رسیدن به خدا درست کردی، یه اسمی هم واسهش انتخاب کردی، یه چیزی مثل چه میدونم مثلا یوگا که یه ورزش ذهنیه. نه کتابی داری نه مرجعی، بهش هم میگی راه آسون. بعد راه دین و اخلاق خود خدا رو که واسه بنده هاش قرار داده رو سخت جلوه میدی. فکر میکنی راه میانبر درست کردی، انقدرم بهش اصرار کردی که خودت هم باورت شده. مکتب شما اصول و تفکری نداری که من بخوام راجبش بحث کنم. مکتب آدم های تنبله، یه جور فست فود عرفانی. راه رسیدن به خدا ایمانه، نه انرژی. مومن که اونم آداب و ترتیب و مقرراتش خودش به بنداش گفته. البته شما یا علی، شما نمیخواید با واقعیت های جامعه امروز روبرو بشید. یه ترس کاذبه که تو بقیه هم وجود داره، اما باید باش روبرو بشین تا به روشنایی برسید. بله، ما میترسیم، ما میترسیم که راه خدا را عوض کنیم. ما میترسیم واسه بنده های خدا نسخه شخصی بپیچیم و اونا رو تو جهل مرکب غرق کنیم. امیدمونم به همین ترسه. ولی شما بترس، شما بترس از روزی که شاگرداتون بیرون بدون شما کارایی رو بکنن که مورد دلخواه شما و مکتبت نیست. میدونی چرا؟ چون شما راهی رو بهشون نشون دادی که نه ابتدا داره نه انتها. Thank you.
چای میخوری؟ نه ممنونم. تکلیف این چی شد؟ بذارم شجرا؟ آفریدون میخواستم اگه اشکال نداره بذارم شجرا که میفتی زندون که؟ من دارم خونه مادر خرج میدم آفریدون، به من رحم کن. به کی؟ به تو؟ من به کلا بردار رحم نمی کنم. قرار بود پول شیش ماهه بس دادی، حالا شده یک سال. صبر منم حدی داره. یه فرصت دیگه بهم بدین به خدا جبران میکنم. باز میگه فرصت بدیم، باز میگه وقت بدیم. پاشو بچه جون، پاشو، وقت تمومه. فردا صبح چک میره بان، تا زورم حکم جلبت میاد در خونه. تو آدم بشو نیستی. آفرین، من شاگرد خود شما بودم، تا حالا شده حق کسی رو بخورم؟ کسی نمیتونه حق منو بخوره. به من میگم فریدو. برشو بره بیرو، بره برشو از ده تاره بره. در مادر مردم آزا لعنت. بابا زرنگی کردی که فشو برداشتی. اگه فقط چکو برداشته بودی صد در میفهمی کار خودته. حالا که فشو بدونم چی توش هست. پول خوله توش واسه منو، پول بنزین موتور. برو بابا چی میگی؟ حلال خوردم زندگیم اینه، وای والا دیگه بخوام حرومم بخورم. من 13 میلیون باقی پولشم بهش برمیگردونم. آخه نادون اون داشت به خاطر 20 میلیون 50 میلیون ازت نزول میگیره. داشت کلا میذاشت سرت تا گردن. بی خیال بابا، خدا رو شکر که زنده است. نمیدونی چقدر محکم زدم تو سرش. کجا هست الان؟ بردنش بیمارستان. بچهای نمایشگاه گفتن سرش شکسته. ولی خودت کیف کردی ها. نگفتم مثلا بهتره کنشون نامرد و. آره. خر بودم ازش میترسیدم. دیروز مثل سگ جلوی بچه‌ها من نمایشگاه پرت کردی رو. ولی امروز افتاده جلوی پاهام. خودمو دست کم گرفتم. همینه. آزا
آزاد، با تو هم پسر کجا میری آزاد؟ نرگس خانم، نرگس خانم، میشه من چند لحظه با شما صحبت بکنم؟ نرگس خانم، امیرآباد، نرگس خانم، من میخواستم یه لحظه با تون حرف بزنم. خودت مگه خوار مادر نداری؟ داشته باشن نداشته باشن اصلا به تو ربطی نداره. چی بگی هستن؟ به میری یا بگم پلیس بیاد؟ من نه پلیس نترسون بابا، من پلیس نترسون ها. کیفری استان با احراز جرم و ادله انتصاب وقوع بزهی قتل را توسط متهم تایید می کند و وی را مطابق قانون مجازات اسلامی به تحمل قصاص نفس محکوم می دارد. این حکم ظرف 20 روز قابل پژوهش در دیوان عالی کشور خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله. یا زهرا، یا زهرا، خانم اتباست می کنم، خانم خواهش می کنم، خانم به باد می افتن کمیزی داره کنم، اتباست می کنم، ببخشش، جوونی کرده، غلط کرده، اشتباه کرده، تو را به روح پسره پیش رحم اگه پسر شما به پسر من رحم کرد، جوونی کرده، الانم باید تقاس جوونیشو پس خدا می فهممه، حالتا می فهممه، اشتباه کرده آقای قاضی تو را به خدا برادری کن، بزرگتری کن، به خدا این فقط بزنم، به خدا این سایه سرم، این برد خونم، آقای قاضی خواهش میکنم، غلط کرده، اشتباه کرده، تو را خدا یه خونی به دلم کردی که تو را خدا، خدا ازت نگذره. داشتی خواب می‌دیدی جوون، نترس.
آب میخوری برات بیارم؟ دارن از اون میگن وقت نمازه. یا علی آخدا، این آدم ها غیر تو کسی رو ندارن. با یه کلوار سنگین میان تو این نمازخونه با تو راز و نیاز میکنن، سبکبال رو راحت انجام میرن. اگه تو الان به تو فکر نمیکردن، الان همه فکر و ذکرشون تویی. من یه خواهد نگفتی هر کی یه قدم بیاد سمت من ده قدم میرم سمتش. مام ای ما خدا، میشه تو هم بیای؟ با مرام مهربون، به ما بفهمون که آزادی دله که مهمه، نه آزادی از زندون. اگه تو رو اینجا پیدا کردیم همون بهتر که هیچ وقت آزاد نشیم، که ما فرق آزادی و اسارت رو نمیفهمیم. حالا دسته گداییتونو بیاریم بالا و هر چی که میخواین از خودش طلب کنی. مردم باید از همه جاها تأمین کرد تا به باور برسن. بهت گفتم این ماجرا بوداره، اینا یوسف محبیه که یه شهر رو انگشتش میچرخون کردن زیر خاک. تو که بچه اونی، به خدا این رحم ندارن سارا. بله بله، آدرس خونه مادر آزاده دارن. کار ما با شما تو این اداره تقریبا تمومه. شما قهرمان یه عده بدبخت فریب خورده. چطوری پیدا کردی؟ من حال شما رو میفهمم. بچه‌مو که ازم گرفتی میخوای آبرو من ببری؟ کسی که به قصر رسید یه همکار من بوده. خیلی دیشه ولی اما چیزی که این بار فضا رو ملتهب تر میکنه حضور یک خانواده پلیس در این ماجرا است. تاریخ اجرای حکم کیه؟ میگفتن خبرنگار خبرگزاری و روزنامه و اینایی. آروم میگیره دل من به یادت،